این مجموعه آموزشی ارزهای دیجیتال به منظور استفاده عمومی و رایگان در اختیار سایت فراچارت قرار گرفت. امیدواریم که برای شما مفید واقع شود. با سلام و درود خدمت همه عزیزان، با یکی دیگه از قسمت‌های آموزشی در خدمت شما هستیم. تصمیم بر این شد که قسمت اصطلاحات و همچنین قسمت مکاتبه با صرافی ها یکی بشه، با هم دیگه ادغام بشه که هم ویدیوها کوتاه نشه، همین که این دوتا به هم خیلی مرتبطن. حسین همین تصمیم بر این شد که این دوتا با هم دیگه یکی بشه. توی این قسمت میخوایم راجع به برخی از اصطلاحاتی که توی بازارهای ارز دیجیتال وجود داره صحبت کنیم و همچنین راجع به این مسئله صحبت کنیم که اگر پول ما خدایی نکرده توی یک صرافی بلوکه شد، دچار مشکل شد و یا هر مشکل دیگه ای، چطوری بتونیم باهاشون مکاتبه کنیم. اخیرا یک سری از بیانیه ها اومده تحت این عنوان که مثلا صرافی بایننس و صرافی های دیگه قوانین خودشون رو بیش از پیش دارن سفتر و سختر میکنن، برای اینکه حتما آی پی کشورهایی مثل ایران رو اگر بررسی کنن مسدود کنن و نگرانی های خیلی زیادی به وجود آورده. به قول یکی از اساتید میگفتش که این مسئله چیز تازه ای نیست که شما الان نگران شدید، این مسئله چیزیه که همیشه بوده، الان هستش، در آینده هم خواهد، پس چیز خیلی خاصی نیست. علاوه بر این مسئله، ما توی قسمت والت ها چندین بار توصیه کردیم که پول خودتون رو توی صرافی هایی مثل مثلا بایننس و به طور کلی والت های وبی نگهداری نکنید. ولی حالا فقط بحث نگهداری نیستش. به عنوان مثال یه وقتی سرمایه ما رشد کرده، میخوایم بیاریم توی یه صرافی مثل بایننس تبدیلش کنیم که بعداً ببریم به صرافی ایرانی تبدیل به ریال کنیم به عنوان مثال، که خب این قوانین هر چقدر سفتر و سختر بشه ما میتونیم به مشکلات بیشتری بر بخوریم. یک سری از کشورهایی که لیستشون جزء کشورهای مسدود شده و بند شده وجود داره اینجا هستش، در حدود 29 تا کشوره که یکی از اون کشورها هم به تبع کشور ایران هستش و یک سری از صرافی های جدیدی داره به وجود میاد. البته تازه نیستن ولی ما داریم این روزا بیشتر راجبشون میشنویم. به عنوان مثال صرافی کوینکس، این صرافی رو من نه توصیه میکنم ازش استفاده کنین نه ردش میکنم، اما نکته ای که وجود داره اینه که خیلی از افرادی که کانال دارن، تعداد فالوورهای زیادی دارن، از اینا لینک ریفرال میگیرن که قبلا توضیح دادیم لینک ریفرال چیه. لینک ریفرال میگیرن و همه مردم رو دعوت میکنن که برن اینجا، هزار تا براش دلیل میارن، کلی تعریف میکنن. میگم من نه رد میکنم نه توصیه میکنم، اما به هر حال اینا صرافی های ناشنایی هستند، صرافی های تازه هستند. شما هم دارید پول وارد یه صرافی میکنید، به همین دلیل قبل از اینکه وارد یه صرافی بشید حتما یه تحقیق راجع به اون صرافی بکنید. خبرهای صرافی هایی که مثلا پول مردم رو توی حجم زیادی بر میدارن و میرن این روزا خیلی زیاد به گوش اون میخور و خیلی این مسئله دور از ذهن نیستش. و همچنین در آخر یک سری از راه حل ها رو میگیم که چیکار بکنیم. و اما اگر که حساب ما مسدود شد، اگر که مثلا توی صرافی مثل بایننس پول داشتیم نمیتونیم پولمون رو الان برداشت بکنیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ معمولا صرافی بایننس اینطوریه که وقتی که آی پی شما رو چک میکنه، متوجه میشه واسه یکی از اون کشورها هستید، یک هفته به شما فرصت میده تا دارایی هاتون رو برداشت کنید. اما اگر این اتفاق نیفتاد یا شما اون یک هفته رو متوجه نشدید، یا یعنی اینکه قانون جدیدی، حالا این قوانین جدیدی که میاد دیگه اون یک هفته هم به شما فرصت نداد، چه کاری باید انجام بدید؟ یه نکته ای رو فقط من به شما بگم، اینکه بعضیا فکر میکنن که با استفاده از VPN، با یک VPNی که IP ثابتی داره، میتونن IP خودشون رو بپوشونن. اصلا و ابدا اینطوری نیستش. هر چقدر هم که لایه های امنیتی وی پی ان شما قوی باشه، اونا در نهایت میتونن شناسایی کنن که شما از کدوم کشوری. این نکته که در نظر داشته باشید و تماما به وی پی ان متکی نشید
و یه نکته دیگه که جدیدن خیلی به گوش میرسه اینه که از سایت های به بی اس اسکن، بی اس سی اسکن اگه اشتباه نکنم و اتر اسکن استفاده نکنید. این سایت ها مورد استفادهشون چیه؟ توی قسمت صرافی ها اینو توضیح دادم که گفتم وقتی یک ترانزکشنی، وقتی یک در واقع تراکنش گیر میکنه و ناموفق میشه، وضعیتش به حالت پندینگ در میاد، ما میریم توی این سایت ها بررسی کنیم ببینیم که وضعیتش به چه صورته. میگن که این کار رو نکنید، چرا که از طریق این کار خیلی سریع میتونن آی پی شما رو بزنن و متوجه بشن که دقیقا مال کدوم کشور و کدوم منطقه است. به همین دلیل توصیه میکنم که این کار رو نکنید و از این سایت ها استفاده نکنید. و اما مکاتبه با صرافی. وقتی که میخوایم با یه صرافی صحبت کنیم، من متن رو یک بار میخونم، با به این صورت شروع میکنیم، یک پیام رو، یک نامه رو و یک متن. Dear sir or madam, to whom it may concern. اون قسمت dear sir or madam حکم همون سلام کردن خودمون توی فارسی رو داره. معمولا توی زبان انگلیسی نامه رو به این صورت شروع میکنن. To whom it may concern یعنی به اون شخص مربوطه. I have registered with this email. ایمیلتون رو میزنید، میگید که با این ایمیل ثبت نام کردم. I have some withdrawal issues and I'm not able to withdraw my money due to Binance's policies. میگید که من مشکل برداشت دارم و به دلیل قوانین کشور بایننس نمیتونم پولم رو برداشت کنم. بایننس رو اینجا ورد اشکال گرفته، ایراد گرفته، چون که با فایننس اشتباه گرفته واسه همین ایراد. I was wondering how I might be able to fix my problem. میخواستم بدونم که چطور میتونم مشکلم رو حل کنم. I have received unusual activity notification. Notification فعالیت غیر معمول رو گرفتم. معمولا شما وقتی که حسابتون قرار بلوکه بشه، یک ایمیلی تحت این عنوان unusual activity دریافت کنید. معمولا چه زمانهایی این اتفاق میفته؟ زمانی که حجم معامله خیلی زیاد هستش. مثلا 1 میلیارد تومان من اومدم منتقل کردم به سایت بایننس و این مشکل به وجود اومد. واسه همین یکی از راهکارهایی که وجود داره، پیشنهاد من این هستش که خورد خورد پولتون رو بریزید. به عنوان مثال اگر میخواید 100 میلیون خرید کنید، 30 میلیون 30 میلیون و یا اعدادی اینطوری بریزید. نید یه 100 میلیون رو کامل وارد کنید. بله درسته، وقتی این کار رو میکنید ممکنه کمیسیون های بیشتری بخورید، اما 50,000 تومان، 100,000 تومان توی 100 میلیون تومان رقم خاصی نیستش. واسه همین یکی از راه ها اینه. یکی از راه های دیگه که من توصیه میکنم انجام بدید اینه که مثلا شما اومدید ریال رو توی یک صرافی ایرانی خرید کرد، تبدیل کردید به تتر. حالا تتر رو میخواید ببرید به صرافی خارجی مثل بایننس. وقتی میخواید این کار رو بکنید، از صرافی ایرانی مستقیما به بایننس ارسال نکنید. بیاید پولتون رو اول بریزید به کیف پول، بعد از کیف پول بریزید به صرافی خارجی. این یه کاریه که میتونید انجام بدید. یه مقدار کمیسیونی در حد 20,000 تومان 30,000 تومان بابت هر تراکنش میخورید، اما حداقل خیالتون راحت تر. However, I didn't carry out any abnormal activity. یعنی با این پیام رو دریافت کردم، با این حال که من هیچ فعالیت غیر نرمال و غیر معمولی انجام نداد. جمله که باید بگید برای اینکه، حالا ممکنه این جمله مورد قبول واقع بشه، ممکنه نشه. Unfortunately, I haven't read your terms of use and policies while I was registering, and I didn't know my country is in your blacklist. متاسفانه موقع ثبت نام قوانینتون رو مطالعه نکردم و نمیدونستم که کشور من داخل لیست سیاه شما قرار داره. I would appreciate it if you give me some time to withdraw my assets. ممنون میشم اگر که به من یک زمانی بدید برای اینکه بتونم دارایی های خودم رو خارج کنم. در اکثر مواقع کسایی که اکانتشون بند شده و بلوکه شده با
دادن این پیام نتیجه گرفتن، ولی باز هم این بستگی داره به پشتیبانی بایننس که این اجازه رو به شما بده یا نه. این از نحوه مکاتبه بود برای افرادی که زبان انگلیسی نمیدونن، یا حتی افرادی که میدونن ولی نمیدونن چطوری ارتباط برقرار کنن. و اما اگر دارایی خیلی زیادی دارید و توی بایننس بلوکه شده، شما نمیتونید برداشت کنید، به عنوان مثال 5 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان پول دارید، خب وقتی که همچین مبلغی رو دارید، مثلا صرف مبلغ 100 میلیون 200 میلیون برای شما چیزی نیست و میصرفه که بخواید یک سری از کارها رو انجام بدید برای اینکه پولتون رو از بلوکه خارج کنید. حالا چه کارهایی؟ یکیش اینه که بتونید پاسپورت یک کشور ارزون که جز لیست سیاه نیستش رو بگیرید، حالا کشور خاصی رو من اشاره نمی کنم بهش. دوم رزیدنسی کارت یا همون کارت اقامت یک کشور رو بگیرید. مثلا الان شنیدم که دبی این کارت رو به کسی که میرن اونجا یه مدت میمونن اجاره میدن، خیلی راحت میده. یا مثلا ترکیه یک جای دیگه که خیلی ارزونه. این برای افرادی که پول زیادی دارن. یه کار دیگه که بعضی از افراد دیدم میگم، افرادی که کارشون توی فتوشاپ خوبه، آیدی خودشون رو، اون شناسنامه یا کارت ملی خودشون رو، اسمش رو و کشورش رو عوض میکنن و به عنوان مثال میزنن برای یک کشور خارجی اروپایی هستن و با این طریق احراز هویت میکنن. پیشنهاد میکنم این کار رو انجام ندید، گرچه من دیدم جواب میده، اما این کار رو انجام ندید چون که ریسک خیلی بالایی داره و اگر بفهمه دیگه حتی اجازه برداشت همون یه هفته ای رو به شما نمیده و 100% و کامل حسابتون رو بلوکه میکنه. واسه همین این کار رو انجام ندید و یا اگر انجام میدید ریسک 100%ش با خودتونه و بپذیرید. مورد چهارم اینه که مثل خیلی از افراد به این مسئله اصلا توجه نکنید، کارتون رو انجام بدید چون مبالغ کمی دارید، با همون بایننس خرید و فروشتون رو انجام و ممکنه هستش هیچ مشکلی اصلا برای شما به وجود نیاد. و اما پیشنهاد آخر که من خودم از این راه استفاده میکنم و به نظر نسبت به روش های دیگه روش معقولی میاد، به این صورت هستش که به عنوان مثال شما الان پولتون رو توی کیف پولتون نگه داشتید، چند سال گذشته، این پول ارزش خیلی زیادی پیدا کرده، حالا میخواید این پول رو تبدیلش کنید، میخواید بیارید به یک صرافی خارجی، به تتر تبدیل کنید، بعد بیارید به صرافی ایرانی و تبدیلش کنید به ریال. یکی از راههایی که وجود داره اینه که از دکس ها استفاده کنید. اصلا به طور کلی شما از صرافی های متمرکز یا همون اکسچنج ها استفاده نکنید، بیاید از دکس ها استفاده کنید. مثل چی؟ مثل پنکیک سواب، مثل یونی سواب. شما میبرید پولتون رو اونجا تبدیل به مثلا اتریوم یا بی ان بی میکنید. اتریوم و بی ان بی هم که اکثر تقریبا بگم 90% صرافی ایرانی دارن، بعد میارید تو صرافی ایرانی و تبدیل به ریال میکنید. دکس ها یا همون صرافی های غیر متمرکز هیچ پاسخگویی و هیچ مسئولیتی نسبت به هیچ دولت کشوری ندارن، واسه همین چون که جوابگو نیستن به کشوری، به همین دلیل چیزی به نام بلکلیست ندارن و کشور ایران هم توی اونها بنی. به عنوان مثال که سایتی مثل پنکیک سواب چیزی به نام بلکلیست نداره و شما از هر کشوری بری کارتو انجام میده و اصلا حتی احراز هویت هم از شما نمیخواد و اصلا سایت قسمتی به نام احراز هویت نداره. یکی از دلایلی که من تاکید میکردم که توکن های صرافی های غیر متمرکز در آینده خیلی خیلی ارزشمند میشه همین مسئله هستش. و اما این از راه حل ها و طریقه مکاتبه و استفاده از صرافی های متمرکز و غیر متمرکز برای تبدیل پول. یک سری از اصطلاحاتی رو داریم که بد نیست روشون کار کنیم و اونها رو بدونیم، گرچه اینها تمامشون نیستن، بخشی از اونها هستن، ولی خب همینها رو هم بدونیم بد نیستش. من شما توصیه میکنم که دائما توی این زمینه خودتون رو آپدیت کنید و
اطلاعاتتون رو زیاد کنید. کریپتو که همون کریپتوکار مخفف کریپتوکارنسی هستش که تحت عنوان رمز ارز یا ارز دیجیتال هستش. اکسچنج صرافی غیر متمرکز، دیسنترالایزد اکسچنج صرافی غیر متمرکز. آلت کوین رو داریم که گفتیم هر کوینی به جز بیت کوین آلت کوین نامیده میشه. آلت کوین مخفف آلترناتیو کوین هستش. تفاوت کوین و توکن رو گفتیم که کوین خودش یک شبکه مستقل داره، مثلا ترون. توکن به این صورته که شبکهش مستقل نیست و بر پایه و اساس شبکه دیگه‌ای بنا شده، مثل توکن بیت تورنت که بستر TRC20 یا بر بستر ترون بنا شده رو داره. در رابطه با ICO گفتیم که میشه اینیشال کوین آفرینگ یا همون ارزی اولیه. نه تنها ICO گفتیم، ICO، IDO و IEO رو هم گفتیم و تفاوت اینها رو گفتیم. و اما وایت پیپر که اگر دانش زبان انگلیسی دارید توصیه میکنم هر وقت خواستید روی یک ارزی سرمایه گذاری کنید وایت پیپر اون ارز رو بخونید. اگر هم که مسلط به زبان انگلیسی نیستید حداقل ترجمهش رو بخونید که اکثرا هستش. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی برای من جالبه اینه که بیت کوین که الان معروف ترین کوین داخل بازار هستش، تقریبا میگم 80-90% افرادی که حتی روی این ارز سرمایه گذاری کردن یک بار حتی نرفتن وایت پیپرش رو بخونن. وایت پیپر مثل سند یک خونه میمونه برای یک ارز، حکم سند یک خونه رو داره. تمام چیزها، تمام کارهایی که انجام داده و قرار انجام بده توی وایت پیپر یکی از عنوان میشه. راجع به مارکت کپ صحبت کردیم که گفتیم قیمت کوین ضرب در تعداد توکن و یا کوین عرضه شده میشه. و همچنین گفتیم که رنکینگ ارزها که مثلا بیت کوین اول، اتریوم دومه، بر اساس مارکت کپ مشخص میشه. لیکویدیتی نقدینگی بازار هستش. در رابطه با این اصطلاح یه اصطلاح دیگه ای داریم به نام لیکوید که میگیم مثلا فلان شخص لیکوید شد، یعنی تمام سرمایهش از دست رفت، صفر شد و به عبارتی کال مارجین شد. بنابراین عبارت لیکوید با لیکویدیتی متفاوته. ارزهای فیات رو ما توضیح دادیم که ارزهای رایج کشور یا همون کارنسی ها هستن، مثل دلار، مثل ریال، مثل یورو. توی بازار ویل، عبارت ویل یا همون نهنگ ها رو داریم، کسایی که صاحب سرمایه های خیلی زیادی هستن و میتونن قیمت رو تکون بدن که من اعتقاد دارم که اینطوری نیستش. قیمت راه خودش رو میره و کاری به این چیزها نداره. بازار خرسی رو داریم و بازار گاوی رو داریم. بازار خرسی یا همون بیر بازاری هستش که نزولی میشه که به بازار نزولی میگیم بریش. و بازار گاوی بازار بول هستش که زمانی که بازار به حالت صعود میره بازار بولیش میشه. توی قسمت قبلی در رابطه با آل تایم های، یعنی بیشترین قیمتی که یک ارز دیده، و همچنین آل تایم لو یا ATL صحبت کردیم، یعنی کمترین قیمتی که یک ارز دیده. پامپ و یا جامپ افزایش ناگهانی قیمت، دامپ ریزش قیمت، و کرش یه جورایی میشه در حالتی که قیمت تقریبا به صفر نزدیک میشه، یعنی انقدر سقوط میکنه تا به صفر نزدیک میشه. راجع به دو تحلیل تکنیکال یا همون تحلیل فنی، تحلیل فاندمنتال و یا تحلیل بنیادی، و همچنین عامل سنتیمنتال یا همون عاملی که بر اساس عواطف و احساسات مردم هستش هم توی قسمت قبلی صحبت. اصطلاح مهمی که اینجا داریم اصطلاح فاد هستش که مخفف سه کلمه fear, doubt, uncertainty هستش، یعنی شک، ترس و عدم قطعیت، که بزرگهای بازار یا همون نهنگ ها با وارد کردن سرمایه های بزرگ فاد ایجاد میکنن. به عنوان مثال وقتی شما میبینید شخصی مثل گری اسکیل
بیت کوین رو توی 30,000 دلار اومده مبلغ خیلی زیادی خریده، خب مردم همه هول میشن و میان توی اون قیمت میخرن و این هستش که مارکت رو تکون میده، نه اینکه خریدگری اسکیل این کارو بکنه. اگر گری اسکیل یا افرادی مثل اون نهنگ ها بیان قیمت خیلی بالایی توی 30,000 تا بخرن اما مردم اعتنا نکنن به این مسئله، هیچ اتفاقی به وجود نمیاد. و یه اصطلاح دیگه ای داریم به نام FOMO، Fear of Missing Out، ترس از این که قیمت از اینجا دیگه پایین تر نمیاد، اینجا کف قیمته، اینجا دیگه ما باید بخریم. یه مسئله هستش که باید راجبش بدونیم. ببینید الان مثلا یک مثال، حالا تو بازار زمانی دیگه به نوبه خودش مثال میزنه، به عنوان مثال الان بیت کوین 30,000 دلار، ما تارگت حدوداً 100,000 دلاری رو اگر براش متصور باشیم، میگیم که آقا من الان 30,000 دلار هم بخرم در حدود 3 برابر میشه، 3 برابر خورده ای میشه. اما عده منتظرن که مثلا بیت کوین بیاد روی 25,000 تا بخرن، یعنی میخوان کف کفو بخرن. این کار 100% غلط. نه قیمت رو، استاد من همیشه عادتش میگفتش که قیمت رو نچلونید. شما تو 30,000 تا هم بخرید قیمت خوبی خریدی، تو همون قیمت بخرید. اگر به 24-5,000 تا نرسید چی؟ پس شما اگر توی قیمت 30,000 تا هم خرید کنید قیمت خوبی خریدید، اجازه ندید قیمت بیاد به اون کف کف. و اما در رابطه با هودل توضیح دادیم، یا همون هولد کردن که میشه hold on for dear life. شیل کردن، افرادی که میان یک ارز رو تبلیغ میکنن مثلا ایلان ماسک که اومد ارز دوج کوین رو تبلیغ کرد، به این افراد میگیم شیل. ساتوشی یک ارز نیستش، خیلی‌ها فکر می‌کنن ساتوشی یک ارز، ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوینه و هر بیت کوین 100 میلیون ساتوشی هستش. استیبل کوین ها کوین هایی هستن که ما برای جابجایی سرمایه‌مون ازش استفاده می‌کنیم. استیبل کوین ها قیمت های ثابتی نسبت به دلار دارن، مثلا تتر که قیمتش همیشه 1 دلار، مثلا بی یو اس دی و چیزهای دیگه. و اما ما یک خرید و فروش در لحظه داریم که بهش میگیم مارکت، یک خرید و فروشی داریم که مثلا میگیم قیمت به فلان جا رسید این کار رو انجام بده، این خرید یا فروش رو انجام بده، که از اصطلاح لیمیت استفاده میکنیم. یه نکته که اینجا میگم و خواهشان دقت کنید، این رو بارها از من سوال میپرسن توی کانال، زمانی که من یک سیگنالی میذارم میگن که حد ضرر این ارز چقدر. اسپات برای بار هزارم میگم حد ضرر نداره، فیوچرز و مارجین هستش که حد ضرر داره. وقتی شما به اسپات ورود میکنید باید به صورت دستی ازش خروج کنید، حالا چه بیاد پایین چه بره بالا. و اما این هم از این قسمت، امیدوارم که توی این قسمت بتونم کمکی کرده باشم و این قسمت برای شما مفید واقع بشه. تا درودی دیگر، بدرود.